تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم میکنند. بله بله رفتم. دست برده کودکاری را من زنگ زدم به علی آقا، معلوم شد که شما قبلا زنگ زدی. افتخاری بود که با هم آشنا بشیم. راست میگی؟ ببینم اینجوری ما به هیچ جا نمیرسیم. سلام به شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. اینجا خانه سینماست، جایی که در بعد از ظهر 26 روز از تیر ماه 98 با حضور جمعی از هنرمندان و بازیگران تئاتر و تلویزیون و سینما و جمعی از دوستداران یک هنرمند دوست داشتنی، مراسمی برگزار شده به پاسداشت نقش‌آفرینی ماندگار این هنرمند عزیز در سالهای فعالیتشون. استاد فردوس کاویانی عزیز که از همینجا براشون آرزوی سلامتی میکنیم، هنرمند بزرگواریست که باعث و بانی جمع شدن و این گرد همایی هنرمندان و دوستدارانشون شدن در خانه سینما. همراه ما باشید تا با هم بنشینیم پای صحبت‌های کسانی که با آقای کاویانی فعالیت داشتن، همکاری داشتن و خاطرات خوبی از ایشون توی ذهن‌هاشون ثبت و ضبط شد. کاویانی دهه هاست که با بهره‌گیری از مطالعات و تجربیات و اندیشیدن به مسائل و مصائب زندگی از وجود خودش مایه گذاشته. هنر آفریده تا ما رو با مصائب زندگی آشنا بکنه و از رنجی که انسان میبره کمی بتونه بکاهه. استاد سلام عرض. سلام جان. وقت شما بخیر. مرسی، متشکرم. همونطور که شما میدونید و ما میدونیم و مردم هم قراره بدونن، این جمعیت اومدن به پاس این همه سال فعالیت هنری استاد فردوس کاویانی. یگانه است. یه ذره برامون از ایشون بگی. ببین فردوس کاویانی چند دهه همه وجودش، جانش، تنش، میمیک صورتش، صداقت صداش، نگاهش، همه وجودش رو ارائه داده برای اینکه لبخندی به لب مردم بیاره یا از با مصائب زندگی آشناشون بکنه که عمر مفیدشون افزایش پیدا بکنه. رفتار، کردار، گفتار و دانایی و داده‌هاش به اجتماع ما به حدیه که من باور کردم که هر آن کس به مردم مهر می‌ورزه، مردم رو دوست داره و عاشقانه و صادقانه به اونا خدمت میکنه، به قول خود فردوس باعث خوشنودی اهورمزدا میشه و جاودانه در دل مردم نقش ببنده. مردم اینو خوب تشخیص میدن، برای این فردوس کاویانی رو دوست دارن، برای فردوس کاویانی تو این گرما لطف میکنن، بزرگی میکنن، مرامشون رو نشون میدن، میان اینطوری با میستن تو سالن گرم، ولی برای اونا ترم خورد نمیکنن. ممکنه چهار تا جوونه نابالغ نادانسته برام چهار تا امضا ازشون بگیرم، ولی فردوس کاویانی ما نمیشه. من با جناب کاویانی یه تلتئاتر کار کردم به اسم پرواز بر فراز تیر چراغ برق. من با چند نفر از بچگیم خیلی دوست داشتم کار بکنم، چون ما موقعی که چشم وا کردیم تلویزیون رو تماشا کردیم، چند نفر بودن که واسه ما مفهوم بازیگری بودن، آشنا بودن تو محله بهداشت، محله بروبیا، سریال آینه، بقیه سلازا، سریال سربداران، سلطان و شبان. یکی از پررنگترین آدم ها فردوس کاویانی بود. حالا امکان داره واسه نسلی یک سریال دیگری باشه، اما واسه بنده همچین سریالی بود و همسرانم مطمئنا نقطه عطف کارهای فردوس کاویانی است. این شانس رو داشتم که برای سریال تفنگ سرپر نزدیک به 2 سال در خدمت ایشون باشم، در کنارشون باشم، یاد بگیرم، لذت ببرم از همکاری باشون و اینکه یکی از بهترین خاطرات زندگی کاری واقعا. آقای کاویانی، امروز که قرار بود بیام اینجا با خودم فکر می‌کردم، خب به عنوان بیننده واقعا باعث افتخارمه که
توی یه دههی زندگی کردم که یه عزیزانی وجود داشتن مثل آقای کاویانی و بقیه عزیزان. کارهایی رو برای ما ساختن که واقعا برامون خاطره سازه. من خیلی خوشحالم که تو اون دهه زندگی کردم. در واقع سالهای همکاری من به دو بخش برمیگرده. یکی سالهای همکاریه که من فقط میدیدم ایشون رو روی صحنه تئاتر، در قاب تلویزیون، در قاب سینما و کیف میکردم، یاد میگرفتم و حالم خوب میشد. و یکی هم یک دوره خیلی کوتاهی که من در سریالی در واقع برای عید نوروز به کارگردانی آقای صمدی در خدمتشون بودم، یدالله صمدی روحشون شاد باشه. و اما خب در هر دو منظر، از هر دو منظر من همواره لذت بردم از حضور ایشون. بله، فردوس کاویانی به نظر من یکی از بهترین و صادقترین بچه های تئاتر بود. تنها کسی بود که وقتی میخواست بره فیلم بازی کنه یا سریال بازی کنه به من زنگ میزد، میگفت هادی جان تئاتر نداری، من میخوام برم سر فیلم یا سر سریال. یعنی همیشه تئاتر براش ارجح بود، همیشه. و درست 30 سال من و فردوس کنار هم کار کردیم و تو تمام کارهایی که من از استاد رادی کار کردم فردوس کاویانی هم در کنار من بود. حتی یه روز رادی به من گفت فردوس کاویانی هم جزء خانواده ما شده دیگه. قرار باشه یکی از مهمترین شاخصهای شخصیتی آقای کاویانی که ایشون رو تو ذهن شما موندگار کرده رو برامون بگین، به کدوم ویژگی اشاره میکنه؟ نظمشون، یکی از منظمترین و متعهدترین بازیگری هایی که تا حالا باشون کار کرده. ویژگی که واقعا برای من ماندگاری آورده خیلی سخته، برای که بازیگر بسیار توانا و پرقدرتی بودن و هستن، ولی در کنار این انسان بسیار شریف با اخلاق و درجه یکی هم. یعنی این دو وزنه اینقدر هر دو با هم و بزرگ و سنگینه که واقعا آدم به راحتی نمیتونه بگه کدوم ویژگیش. آقای کاویانی بسیار انسان فروتن، متواضع و بزرگمنشی بود، دل بزرگی داشت، ذره حسادت نسبت به هیچ کس نداشت، آدم بسیار منظم و درجه یکی بود و بسیار کارش رو جدی میگرفت. یعنی انقدر این اتفاقات من ازش آموختم و یاد گرفتم که واقعا نمیدونم کدوماشو باید بگم، ولی یک گنجینه از اخلاق خوب و در واقع افکار درست و هنرمندانه بود. فردوس انقدر خوب بود که من آزار میدیدم از خوب بودنش. یه بارم بهش گفتم، گفتم تو اینقدر خوبی که آدم احساس میکنه که یه مشکلی تو مغزت وجود داره. آخه مگه میشه یه نفر اینقدر خوب باشه؟ نباشه اینقدر خوب. فردوس خیلی خوب بود، خیلی صادق بود و خیلی شفافه. همین امروز هم که من دارم اونجا صحبت میکنم امیدوارم این صحبتوی منو ببینه. فردوس جان میام ازت خواهش خواهم کرد که تو کار بعدی منم بیای بازی کنی و باید بیای. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و دکتر خانم خوب آقای فردوس کاویانی، جاشون بسیار بسیار خالیه. خیلی کوتاه میگم که حوصله‌تون سر نره، فیلمایی که نشون دادن بخش کوچکی از همکاری بنده بود که در خدمت آقای کاویانی بودم. محله بروبیا، محله بهداشت، مجموعه تنزاوران و چند کار دیگه نمایشی. راجع به آقای کاویانی میشه گفتش که ما از پند و اندرز و نصیحت چیز یاد نمیگیریم از همدیگه، از رفتارمون چیز یاد میگیریم. از کاویانی ما خیلی چیزا یاد گرفتیم، نظم، ادب، جدیت در کار و آرزوی سلامتی براش دارم.
آخرین باری که آقای کاویانی رو دیدین کی بود؟ خیلی وقته، خیلی وقته. چون آقای کاویانی چند یک دورانی ترجیح میدادن کسی رو نبینن و حق داشتن. یه حرفی که اینجا میزد، یه بادکنک رو گرفته بود توی آژانس دوستی، دیالوگ فوق‌العاده‌ای بود و اونو میترکون، میگفت یه بادکنک، اما حالا دیگه نیست، ما لزوماً فردا من نیستم. نیستن به معنی خدای نکرده رفتن کسی به لحاظ جسمی نیست. گاهی اون دیوار نازک بین گذشته و حال آینده، بله، اون صندوقچه خاطره، اگر اون دیواره نازک نامرئی برداشته بشه، ما چیزی رو به یاد نمیاریم و تشخیص نمیدیم. فردوس کاویانی لحظاتی است که در اون حالته که نمیتونه آدم رو تشخیص بده. من براش دعا میکنم با همه وجودم که انشالله هر چه زودتر خوب بشه و سایش بالای سر ما باشه و این ملت ایران که اینقدر دوستش دارم. یه چند سال پیش تو جشنواره که یه خوردم حال مطلوبی نداشتن، چندی پیش هم که احوالپرسشون بودم و طریق خانومشون، خانومشون الان این سیستم ارتباطی بچه های هنر هستن با خود جناب کاویانی، جوی احوالش شده. دلتون واسه شون تنگ شده؟ بسیار تنگ شده. مگه میشه با کاویانی کار بکنی؟ نه اصلا بینندش باشی دل تنگش نشه. دلتون براشون تنگ شده؟ خیلی. چند وقت ندیدین همون؟ من حدوداً 3-4 ماه. 3-4 ماه. بله، چون میبینم ایش اکثرن. ولی میرم و میخوام ازش که بیاد. بیماری نمیتونه فردوس خونه نشین کنه، اون باید بیاد بازی کنه. ما اون موقع که با هم کار کردیم بوده 20 سال ازش میگذره، بعد از اون فکر کنم یه بار دیگه من تونستم ببینمش. خیلی متاسفانه زیاد دلتون تنگ نشده؟ چرا، خیلی زیاد، خیلی. چون ما سر تفنگ سوا یه مدت هم که هم اتاق بودی، خاطرات خیلی خوبی دارم ازش. اگه قرار باشه این دلتنگی رو به زبون بیاریم، میتونم خواهش بکنم رو به دوربین ما با آقای کاویانی مستقیم صحبت کنیم؟ هرچند که میگن که هنرمند با آثارش میتونه رفع دلتنگی بکنه و مانا باشه جناب فردوس خان کاویانی، ولی ما که تونستیم کنار شما قرار بگیریم و شونه به شونه شما، ما رو نمیتونن با این چیزا گول بزنن. ما باید حتما ببینیمتون و چقدر قشنگه که بر عرصه هنر، بر روی صحنه تئاتر و مقابل دوربین این تجدید دیدار ممکن و میسور بشه. انشالله خدا شما رو به سلامت بداره و چهره ماهتون رو یک بار دیگه ببینیم. فردوس جان، تو یگانه یه دونه ای، عاشقتم. خوش ببینم. من به عنوان یه بیننده میتونم به آقای کاویانی بگم که خسته نباشید و من و هم نسلی های من، هم دهه های من چی گفتم، باعث افتخارمونه که تو زمانی زیست کردیم، زندگی کردیم که شما جوونیتون رو و بهترین روزای زندگیتون رو برای ما گذاشتین و اون کارهای بی‌نظیر رو برای ما ساختید. خسته نباشید آقای کاویانی عزیز. خیلی ها به من برمیگردن میگن که تو چقدر یه جورایی ما رو بیاد فردوس کاویانی میندازی. خیلی از کارگردان ها، بازیگر ها و خیلی از مردم این رو به من گفتن و همیشه با خودم این فکر کردم که من که به گرد پای شما نمیرسم، ولی این برکتیه که در واقع در کنار بقیه برکت های شما در واقع داره به ما میرسه، به من میرسه. اینکه من رو در واقع شبیه به شما میدونن. امیدوارم من 1 در 1000 بتونم در واقع اون بزرگمنشی شما، اون اخلاق زیبا و هنرمندانه شما و اون توانایی های درخشان بازیگری شما رو منم بتونم بهش برسم. امیدوارم و این برای من سعادتی اگر بشه. امیدوارم هر جا هستین همیشه سلامت و شاد و برقرار باشه. آقای کاویانی عزیز، من خیلی دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم و آرزوی سلامتی دارم براتون. فردوس جان، نه من که تا حد دلش برات تنگ شده. زودتر بیام.